گل نهادم، دست های گل نهادم، بر مزار من چه سود در زمان بودن در زمان بودن یک شاخ گل دستم بده. از تلاش‌های ناپردازانه سیاوش اوستا بزرگداشت مهربان یاران در دوران حیات و زندگی آنها بوده است. پیش از همه ارج نهادن به جامعه هنری دقیقاً از سال 1983 که جو وحشت و جنگ و سیاهی و خشم و اندوه فضای ایران و حتی ایرانیان خارج را نیز گرفته بود، به گونه ای که هنرمندان مشهور و درجه یک ما در رستوران‌های کوچک نیست یا 30 و 40 نفره برنامه اجرا می کردند، ایشان با همکاری یاران مهربانش در اروپا سالن‌های بزرگ چند صد و یا چند هزار نفره را بر روی هنرمندان و مردم گشود. نمایشنامه پرویز صیاد، صمد به جنگ می رود و صمد از جنگ برمیگردد، ده ها اجرا در پاریس و دیگر شهرهای اروپایی داشت. پرویز صیاد و چند صد هزار دلار در هنگامی که دست همه هنرمندان تهی از پول بود به دست آورد. خانم مریم پروین در نخستین مرحله بزرگداشت هنرمندان با سیاوش اوستا همکاری چشمگیری داشت. با درود به شما مهمان گرامی این هفته ما، آقای دکتر حسن عباسی، پژوهشگر، نویسنده و شاعرم بگم؟ نه، ما قابلیت شاعری که نداریم. درود بر شما پرویز صیاد. سلام، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. به هر حال ایشون از جمله نویسندگانی هستن که آثار متعددی در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت دکتر حسن عباسی امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافی فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر عباسی به خاطر چهارمین چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در دسترس علاقمندان هست به لس آنجلس آمدند و در روز 5 مارچ، شنبه 5 مارچ، برای امضای کتاب در شرکت کتاب بزرگداشت ویژن با برگزاری تور اروپایی در 60 سالگرد تلاش هنری سلطان جاز ایران برگزار شد. خیلی خیلی پارچه اخلاقه، قربونت برم شما و عباسی و تمام فامیلتون. خیلی محبت کردیم، من خیلی متشکرم ازتون. خب کلوار بزن بریم. شکستن جنب سانسور هنرمندان داخل کشور چون اساتید بزرگ فرامرز پایور، بهاری، اسدالله ملک، جلیل شهناز، ایرج، ناصر مسعودی، علی تابش و بسیاری از هنرمندان دیگر با یک برنامه رندانه با همکاری استاد نادر گلچین که حتی چند تن از هنرمندان که در آن دوران در زندان رژیم بودند نیز آزاد شدند. این مورد بسیار جالب و حساس را سیاوش اوستا در سالهای 1990 طی مقاله‌ای مستند در نشریه این امروز چاپ لندن به سردبیری استاد پرویز اصفهانی شهر شهرام ناظری آلبوم گل صدبرگ را در ایران منتشر کرده بود و ترانه زیبایش گل صدبرگ که بران می‌خواند اندک اندک جمع مستان می‌رسند، نیستان رفتند و هستان میرسند، از مولانا جلال الدین بلخی نوید نوینی از آزادی و رفت رژیم را میداد.
سیاوش اوستا از شهردار پاریس آقای ژاک شیراک درخواست پشتیبانی از برگزاری کنسرت استاد شهرام ناظری را در تئاتر شهر پاریس کرد، با تاکید بر اینکه هیچ یاد نامی از ایشان به میان نیاید، و مدیریت کار را سرکار خانم سین کا به عهده گرفت و پای استاد شهرام ناظری به اروپا برای برگزاری کنسرت های بزرگ باز شد. در بازگشت استاد شهرام ناظری در فرودگاه مهرآباد مورد بازجویی و مزاحمت قرار گرفت که اندک اندک جمع مستان میرسند و نیستان رفتند و هستان میرسند. یعنی چه؟ یعنی ما و رژیم من نابود میشویم و مخالفان ما میآیند. استاد شهرام ناظری رندانه پاسخ داده بود که حاج آقا، مثل اینکه شما خیلی پرت هستید. این شعر از مولوی است و صدها سال پیش. به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآیید و بازنید، به میدان برآیید و بازنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید. بزرگداشت استاد اسماعیل پوربالی، دوست صمیمی امیر عباس هویدا و آخرین مدیر دفتر رادیو و تلویزیون پادشاه در پاریس، ایشان سردبیر ماهنامه روزگار نو بود و حدود 20 نویسنده و شخصیت با روزگار نو همکاری می کردند. سیاوش اوستا طی برنامه باشکوهی در پاریس درست 3 سال پیش از مرگ ایشان با حضور یاران بسیاری از ایشان تجلیل نمود. خانم آذر شیوا که سالها پیش از میدان هنری خارج شده بود، توسط سیاوش اوستا به عنوان مسئول بخش هنری انجمن فرهنگی ایران و فرانسه فعال شد و تلاش‌های شگرفی در زمینه هنر و هنرمندان ایرانی در خارج از کشور به عمل آورد و حتی تلاش‌های زیادی در جهت ترک اعتیاد هنرمندان انجام شد، تا حدی که حتی تا خونه یکی از خوانندگان بسیار محبوب در آمریکا تعویض شد. نمایش مصدق بی بهاران و انجام تمرین 1 ماهه این نمایش در پاریس در سالن شادروان رضا معاون که از هواداران وفادار پادشاهی بود و اجرای این نمایش در اروپا و سراسر جهان به کارگردانی رضا علامه و بازی ناصر رحمانی نژاد، علی پورتاش و کامران نوزاد بود. برگزاری و بزرگداشت جشن‌های ملی میهنی نوروز، سیزده بدر، مهرگان، یلدا و سده نیز از ابتکارات سیاوش اوستا بوده است که از سال‌های 1980 در پاریس و اروپا با حضور هزاران نفر و در برابر برج ایفل، جنگل بولون و یا در سالن‌های بزرگ و باشکوهی چون کاخ ورسای، تئاتر دو پقی و یا کازینو دو پقی برگزار گردید. یکی از محورزی‌های فراموش نشدنی بانو مهستی در رابطه با سیاوش اوستا این بود که یک بار که مهمان من در پاریس بودن، فرزند من کیوا میخواست به دنیا بیاد و ازش خواهش کردم بعد از برنامهشون 1 هفته وایسن تا اون اتفاق بیفته. ایشون پذیرفتن و وایسادن. وقتی فرزند من به دنیا اومد، ایشون در کلینیک حاضر شدن. اینا بعدش با گرد اومدن و اینها، گفتن خب حالا من بذار فرودگاه. گفتم آخه نه نه من بذار فرودگاه. اصرار کردم نه، گفتن نه آخه سحر دختر من هم قرار همین امروز فردا فرزندش رو به دنیا بیاره. من غرق عشق شدم، سریعشون رسوندم به فرودگاه.
سرکار خانم همیرا به اعتبار موسیقی ایران بانوی آزاده و دلیری که ترانه های میهنی بسیاری در خصوص ستم ستمکاران با میهن و مردم ایران اجرا کرده است. سیاوش اوستا در راستای بزرگداشت این بانوی آزاده برنامه باشکوهی را با حضور صدها نفر و دهها شخصیت برجسته چون دکتر کوروش آریامنش، استاد مصباح‌زاده و دیگر شخصیت‌ها برگزار کرد. بزرگداشت استاد پرویز اصفهانی‌نیا، بنیانگذار و سردبیر هفته‌نامه نیمروز در مجلس سنای فرانسه و دهش جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه به ایشان. خانم شکیلا با اجرای ترانه تاریخی آریایی بهترین کار هنری تاریخ را انجام داد و سیاوش اوستا در بزرگداشت این بانوی شجاع در یک تور اروپایی از ایشان تجلیل نمود. استاد سیاوش اوستا بیش از هر کسی دیگه از زحماتشون ممنونم. به قول استاد سیاوش اوستا، واژه آریا و آریایی نژاد به معنی آزاد و آزاده است که از سالهای دور به سرزمین ما داده شده و صحبت از برتری قومی و نژادی نیست، بلکه صحبت از سرزمینی است که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک مرام مردم آن بوده. Depuis sa création en 1892, soit 116 années, se sont succédés seulement 6 présidents. Afin de garder toute la valeur symbolique. استاد اکبر گلپا، مرد هنجر طلایی و سلطان و نام‌آور آواز ایران در جهان که سکوت بزرگ را پذیرفته و از فردای انقلاب بارها بازداشت و تا مرز اعدام پیش رفته است، در پی پیشنهاد سیاوش اوستا به آکادمی فرانسه جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه را دریافت کرد. بزرگداشت استاد امیر شجره، بنیانگذار و دبیرکل شبکه جهانی تلویزیون پارس در مجلس سنای فرانسه و دهش نشان و جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه به ایشان. آقای ژان پولس، رئیس این آکادمی، هنگام اعطای جایزه به مهندس امیر شجره بیان نمود که ایشان سالها در تلویزیون ملی ایران در دوران محمد رضا شاه سرپرستی مهندسین سیمایی را بر عهده داشته و نخستین پایه‌گذار رادیو تلویزیون 24 ساعته پارسی زبان در جهان بوده است و ده ها برنامه ساز و مدیر تکنیک را پرورش داده است. شجره و اصفهانی جشن باشکوهی توسط سیاوش اوستا در 66 شانزلیزه پاریس برگزار شد که در این جشن ده ها تن از شخصیت های ایرانی چون تیمسار منیعی، تیمسار وحدت، دوشنگ و کاظم معین‌زاده، سرهنگ عیسی پژمان، پروفسور سیدی نبوی، خانم نازنی، مجید خواننده جوان، دکتر صادق زاده، ابراهیم شیرازی، رضا اعظم‌نامی، مهندس زیایی، صبری، زکریا هاشمی، مسعود سمندری و ده‌ها هنرمند و نویسنده هموطن دیگر شرکت کردند. در این مراسم جابی و احمد، دو هنرمند جوان و خانم هند از تونس هنرمند
امروز در اینجا دوستانی هستن که حضورشون باعث قوت قلب منه و به همون نسبت هم اعتماد به نفس منو کم میکنه حضورشون در اینجا. آقای عباسی رو ازشون سپاسگزارم و این انجمنشون رو که من دعوت کردم با نیکه شدن برای من که بیام در خدمتتون. من این جنجالاشون رو بازه آقای عباسی در من ایجاد یک نوع اعتماد نسبت به ایشون میکنه و همینجوری احساس میکنم یه آدمی باید که خیلی به هر حال اعتماد به نفس داشته باشه که انقدر تو رادیو و توی حجره و توی مغازه و توی مجالس آدم ماجراجو شلوغی باشه. در نتیجه میگم دعوتیشون من رو خیلی خوشحال کرد که بیان به اینجا در خدمتتون و یه مقدار از این سرودام از این کتاب براتون بخونم. تقدیم تقدیم ایاری است که از یادگار دوران تختی است که به سینما آمد. برای همینی که راه نوین ایران گشود در تاریخ سینمای ما راه ایاران و جوان مردان این دوباره به سیزندش به داری کردیم. برمان تو برم خیلی خیلی متشکرم. تو هم تمام عمر تو فعالیت و سرمت و همه تو کار سینما و تاعت کذاشت میدونم که چقدر دلت میسوزه واقعا. به یه صحبت هایی که با هم کردیم اشاره شاید پایگاه رو پایگاه کارهای داریوش رو به پاریس منتقل کنیم. چرا نه؟ چرا نه؟ والا ما که هر کدوم ایرونی ها در یک گوشه از دنیا هستیم با مسائل خودمون و اونگارم پاریس رو هم امتحان میکنیم و ببینیم. هرچند هیچ جایی سخت به مملکت خودمون نمیشه ولی خب بهروز بسوقی در آمریکا بیکار بود و هر از چندی در فیلم‌های هالیوودی فقط چند ثانیه به عنوان سیالشکر کار می‌کرد. سیاوش اوستو با آگاهی از این امر با تهیه کنندگی نمایشنامه رستم دیگر اسفندیاری دیگر و با همکاری گرفتن از 20 هنرمند برجسته چون اسفندیار منفردزاده و بانو ملک جهان خزایی و سودابه و سوسن فرخنیا و هومن بهروز بسوقی را در سراسر اروپا و کانادا در شیک‌ترین و گران‌ترین سالن‌ها به روی صحنه آورد. برای این نمایشنامه با اینکه قریب 2 میلیون فرانک هزینه و زیان را متحمل شد اما دستمزد کامل همه هنرمندان را بر اساس قرارداد کتبی که موجود است پرداخت کرد. بربر شما بلکه هم بسی عبار شما چطوره؟ بله شما شما چطوره نیزم؟ ما هم بد نیستیم در مملکت شما هستیم. اینجا داریم خودمون آماده میکنیم برای 25 یعنی چهارشنبه برای رستم دیگر اسفندیار دیگر که اینجا اجرا خواهد شد و بعد از اجرای اینجا هم انشاءالله به کانادا میریم که اونجا اجرا خواهیم داشت. خیلی متشکرم و به اطلاعات برسونم که ما و خیلی و همه دوستدارانت خیلی شدیم که سالی که گذشت سال دیداری بود با تو در سراسر اروپا که انشاءالله همونطور که گفتی خوب کانادا آخرین ماه هست. قربونت برم. میدونی دیشب توی کانسرت خیلی ها میخواستن تو رو پیدات بکنم و سراغت بگم ولی دیر از دیگه من اونجا بودم. آره خب کمتر دوستان پیدات میکردن خصوصا شب کانسرت بی هم که تو توی سالن بودی تا من اونجا اعلام کردم که بهروز عزیزی ما در خدمتش هستیم یه ریختن میرو درود ممنونم ازت. خیلی ممنونم که این محبت به من داری. خیلی خیلی ممنونم. 25 مارس من ازت خواهش کردم که در میان مردم باشی بعد از پایان برنامه. حتما حتما این دفعه این کار رو خواهم کرد که تو این تو شما هم خسته نباشی که این مهم و به هر حال به عهده گرفته بودی که در تمام این تور و در اجرای پاریس به خصوص در شب اول من صمیمانه از شما تشکر میکنم. قربونت برم. بابت این که به هر حال مسئولیت تهیه این مهم و به نظر من چون واقعا به نظر من یک کار مهمی بود به خصوص که یک کار کلاسیکیه که کمتر اتفاق افتاده و کمتر بوده تا حالا و خوشبختانه موفق بوده. این هم برای من هم برای شما فکر میکنم که افتخار بزرگیه. اون رسیده زمانه منی
اما میدانم که میدانی که زایندگان و صاحبگاهت همه از رنج و تلاششون من نیست اگر این روزگارانی گنجند و بارا میشید تو تنها تن و جاه خود میدونی و از نهان جهان بیخبری شما پدر عزیزم واقعا دوست دارم تولدتو تبریک میگم مرسی از اینکه این آهنگ قشنگو برای من خوندی همیشه تو قلبم هست پدرم دوست دارم با تمام همه مثلا موج اجاز دادام دادام نرانای لنام لنام دادازدار آلای دادازدار این اجازه حالا هر خواننده به ابتکار خودش این اجازه یه جور داره که موزیک عربی حکمه همینی که میگم بدون کوچکترین تغییری میزنی ولی خواننده یا نوازنده این رو مثل پیچایی حتی که همینطور که شما دیدید خانم سلمی در گوشه های آواز یه تغییرات صدایی میداد مثلا روی نمیتونم بگم روی شما اینجور میکنم ولی بهتون میگم واقعا من موقعی که ایشون شروع کردم میخوام برم کلو تو این مایه خوندن من تو وحشت بگم چطور میخوانم روی شما از بگم چون خیلی بالا میدم سپاس هنرمند برجسته و جهانی شاهرخ مشکین قلم برای نخستین بار هنر و توان پرقدرت هنری خودش در جشن 13 به در جنگل بولوین در سال 1988 نشان داد که از همان نخستین روز مورد تجلیل و تقدیر مردم قرار گرفت و امروز در جهان چون ستاره‌ای می درخشد و حتی در پی پیشنهاد سیاوش اوستا قرار بود تا ایشان نقش کوروش بزرگ ساخت الیور استون را در فیلم آمریکایی و پرخرج الکساندر بزرگ بازی کند. حالا اینقدر که خود شما گلین ولی هر موقع من به پاریس میام یعنی فرانسه میرسم اینقدر که لطف شما شامل حال من میشه که خدا میدونه ولی خب خانواده ای هستن اینجا که من خیلی دوست دارم و همیشه از من دعوت میکنم که برای شما عزیزان برنامه مرسی برنامه بذارم آقا خانواده آقای دکتر عباسی دست محکم بزنیم این سارا خانم نازنین این سارا خانم گل واقعا با تشکر از ساره عزیزم از این زیبا با تشکر از احسان عزیزم دست محکم بزنیم با تشکر از علی آقای نا علی جان کجایی بودیم علی عزیزم علی آقا بله بله علی جان بله خانواده عباسی
نازنین آدمایی هستن که به خدا امکان داره در یک صد میلیون یه دونه پیدا بشه. به خدا اینقدر خوبه. علی جان مرسی عزیزم، دست محکم برای علی عزیز بزنید. سارا جون عزیزم، احسان عزیزم و آقای دکتر عباسی، دست محکم. بله رادیو واقعا رادیوی بسیار بسیار خوبی دارن و شهر فرهنگ. خوشحالم اینجا بیام، هر دفعه من پاریس بیام حتی یک کنسرت هم نباشه باید اینجا یه سری بذارم. شهر فرهنگ با شما دکتر عباسی، سارا، پشت دوربین، استاد خوب علی، احسان، شیدا، همه بچه ها، خوشحالم همشون رو ببینم. من خوشحالم که تو رو میبینیم علی جان و همیشه منم خوشحال بودم از اینکه دیدم تو تونستی روز به روز موفق‌تر باشی از دیروز و هرچند که میهن ما مثل یک قالیچه رنگ و رنگ میمونه که ذوق‌ها و سلیقه‌های فراوانی درش هست.
اینها نمونه های کوچکی از بزرگداشت های هنرمندان و اندیشمندان ایرانی بود که در کنار این گرامی داشت ها در دوران زندگی خود این بزرگان صورت گرفته بود. ده ها جشن و یادروزهای میهنی دیگر نیز برگزار شده است و همه این تلاش ها بدون هیچ کمکی چه از مردم و چه از هیچ کشوری، فقط با هزینه شخصی و خانوادگی سیاوش عبستا به انجام رسیده است.